بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های تحلیلی خبری تلویزیون ایران فردا را ادامه می دهیم با برنامه شامگاهی صفحه یک که مروریست بر اهم اخبار و چکیده ای از مهمترین مطالب منتشره ی روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم اخبار منتخب امشب آغاز و ادامه نشست رسمی سران کشورهای خلیج فارس در کمپ دیوید آمریکا با حضور باراک اوباما و رؤسای کشورهای خلیج فارس تصویب نهایی طرح نظارت کنگره بر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان مجلس آمریکا انتشار تازه ترین پیام صوتی ابو بکر البغدادی با هدف تایید و تاکید بر زنده بودن این رهبر جهادی شورشی در عراق و شامات تشدید تنشهای فزاینده دریایی با نخستین شلیک هشدار نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و بالاخره موج بی پایان جدالهای جنایی میان لایه‌های ناهمگرای صاحبان قدرت در نظام فقها سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب جمعه 25 اردیبهشت ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به استحضار شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک نگاهی بر مشروع اخبار با پارلمان آمریکا و تازه ترین مصوبه علیه مسئله هسته ای ایران مجلس نمایندگان آمریکا طرح نظارت کنگره بر توافق احتمالی با ایران را تصویب کرد در رأیگیری روز پنجشنبه نمایندگان مجلس آمریکا با اکثریت مطلق این طرح را تصویب کردند با تصویب این طرح با 400 رأی موافق در برابر 25 رأی مخالف قدم بعدی امضای رئیس جمهوری آمریکا برای تبدیل این طرح به قانون است با قانونی شدن این طرح عملا حق کنگره برای نظارت تصویب و احتمالا رد توافق با ایران الزام آور می شود سنای ایالات متحده ای آمریکا هفته گذشته این طرح را تصویب کرده بود با تصویب این طرح نمایندگان کنگره حق خواهند داشت که متن توافق احتمالی بین ایران و گروه کشورهای پنج به علاوه یک را بررسی کنند و در صورتی که صلاح بدانند حتی این توافق را رد کنند این مصوبه به قانونگذاران آمریکایی سی روز فرصت می دهد تا توافق میان ایران و گروه پنج به علاوه یک را بررسی کنند باب کراکر رئیس کمیته ی روابط خارجی سنای آمریکا این مصوبه را ستود و گفت کنگره باید پیش از آن که رئیس جمهوری بتواند تحریم‌هایش علیه ایران را لغو کند در مخالفت یا موافقت با آن رأی بدهد جالب اینجاست که به استحضار بینندگان عزیز برسانیم که آقای اوباما پیشتر تهدید کرده بود اگر این طرح در کنگره تصویب شود آن را وتو خواهد کرد اما با تغییرات صورت گرفته در طرح کاخ سفید به تازگی اعلام شد درخواست کنگره نمیتواند مذاکرات جاری با ایران را از مسیرش خارج کند قانونگذاران آمریکایی در حالی این طرح را تصویب کردند که رئیس جمهوری آمریکا در نشست کمپ دیوید با متحدان عربش تلاش می کند های آنها را از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران رفع کند و همینک از پارلمان آمریکا به کمپ دیوید محل میزبانی باراک اوباما از سران کشورهای خلیج فارس می رویم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جلسه با نمایندگان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس آنها را در جریان تلاش آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران گذاشته است بن رادز از مقام های امنیتی دولت آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت که آمریکا از حمایت کشورهای عرب از توافق هسته ای با ایران استقبال خواهد کرد او در پاسخ به سوالی درباره خطر مسابقه تسلیحات اتمی در خاور میانه اشاره می کرد که نشانه ای در دست نیست که هیچ یک از کشورهای عرب حاضر در اجلاس کمپ دیوید بخواهند برنامه ای هسته ای را پی بگیرند که مایه نگرانی باشد اجلاس کمپ دیوید بدون حضور رهبران عربستان سعودی کشور پادشاهی بحرین عمان و امارات متحده عربی برگزار می شود و این کشورها نمایندگانی در سطوح پایین تر به آمریکا فرستاده اند. برخی این مسئله را به نارضایتی کشورهای عرب از موزه باراک اوباما در قبال ایران تعبیر کرده اند. کاخ سفید نیز اعلام کرد که آقای اوباما آماده است برای برطرف کردن این نگرانی ها پشتیبانی نظامی بیشتری از کشورهای عرب منطقه به عمل آورد. ادامه برنامه مروری بر خبرها در سوی دیگر گزارش می رسد از حوزه هستی که عباس اراخچی در تازه ترین اظهار موزه هستی خود می گفت نگارش پیشنویس تا آفاق هستی به این زودی تمام نمی شود عباس اراخچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی میگوید نگارش پیشنویس متن نهایی توافق هستهای یک یا دو هفته دیگر زمان می برد و هنوز اختلافات میان طرفین بسیار زیاد است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آقای سید عباس عراقچی که برای انجام مذاکرات هسته‌ای در وین به سر میبرد روز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه با اشاره به روند نگارش پیشنویس توافق هسته‌ای میگفت که سرعت پیشرفت به دلیل سختی کار کم است و امر نگارش این متن به این زودی تمام نخواهد شد معاون وزیر خارجه ایران در ادامه اظهارات خود میافزود: اختلافات زیاد است هم در موارد جزئی و هم در موارد کلی تر فکر می کنم که ما یکی دو هفته دیگر حتما باید ادامه بدهیم تا بتوانیم به یک متن واحد و به پیشنویسی برسیم که میزان اختلافات در آن حد اقل باشد دوره تازه مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک متشکل از ایالات متحده ای آمریکا کشور بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان از روز سهشنبه 22 اردی بهشت در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و این کشورها و نیز معاون مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. ایسنا مینوشت نوشت که مذاکرات روز پنجشنبه با گفتگوها و رایزنی سجانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد که سه ساعت به طول انجامید. نگارش متن توافق نهایی ایران و قدرت های جهانی از روز دوم اردیبهشت در وین آغاز شده است و اگرچه طرفین به وجود اختلافات بسیار از آن می کنند اما آقای اراخچی می گوید که روند کار رو به جلو و مستمر است. تهران و پنج به علاوه یک اعلام کرده اند که قصد دارند تا روز یازدهم تیر ما به توافقی جامع در رابطه با فعالیت های هسته ایران دست یابند. برنامه خبرها را پی میگیریم با خبر شلیک هشدار نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی باربری در خلیج فارس یک کشتی باربری محصولات نفتی که با پرچم سنگاپور حرکت می کرد پس از اینکه در خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت خود را به بندر جبل علی در امارات متحده عربی رسانده است خبرگزاری های غربی به نقل از منابع نظامی میگویند که نیروهای سپاه پاسداران در آبهای بین المللی به کشتی آلپاین اترنتی تیر هشدار شلیک کردند. به گزارش رویترز این اتفاق حوالی ظهر به وقت محلی رخ داد و سی نیز می که پنج قایق ایرانی در آن نقش داشتند خبرگزاری فرانس پرس می گوید پس از اینکه کشتی باربری از نیروهای امارات عربی متحده کمک خواست و گارد ساحلی امارات به محل اعزام شد نیروهای سپاه پاسداران ایرانی محل را ترک کردند رویترز از قول یک مقام آمریکایی نیز می نوشت که ایران می گوید که می به خاطر خسارتی که این کشتی حدود دو ماه پیش به یک سکوی نفتی زده جلوی حرکت آن را بگیرد. کشتی آلپاین اترنتی به یک کمپانی تجارت نفت و گاز متعلق است که دفاتری نیز در کشورهای همچون بلژیک، نروژ، سوئیس و برمودا دارد. این اتفاق کمی بیش از دو هفته پس از آن میافتد که ایران کشتی مرسک تگرس را بر سر پرونده مالی توقیف کرد آن کشتی بعد از چند روز آزاد شد در همین زمینه و مضمون و در این راستا های آمریکایی گفته بودند که نیروهای ایرانی چند روز پیش از توقیف کشتی شرکت مرسک تگرس در اطراف یک کشتی آمریکایی به شکل تحریک آمیز حرکت کرده بودند ادامه برنامه خبرها و نظرها در برنامه امشب تلویزیون ایران فردا با تازه هایی از دولت اسلامی یا داعش در سرزمین شامات و عراق پس از انتشار شایعاتی مبنی بر وخامت حال ابوبکر البغدادی و عظیمت این رهبر شورشی به الرقع در سوریه و انتشار اخباری مبنی بر کشته شدن نفر دوم این گروه تروریستی در خاور میانه دولت اسلامی یا داعش پیام صوتی را منتشر کرد که میگوید متعلق به ابو بکر البغدادی رهبر خلیفه این گروه است بکر البغدادی پس از آنکه چند ماه پیش گزارش شد در جریان حمله نیروهای اعتلاف زخمی شده پیامی منتشر نکرده بود و در ویدئویی دیده نشده است در این پیام صوتی ابو بکر البغدادی از مسلمانان جهان دعوت می کند که اسلحه بردارند و به مناطقی که تحت خلافت اسلامی اوست هجرت کنند کارشناسان می گویند صدای منتشر شده متعلق به ابو بکر البغدادی به نظر می رسد اما هنوز نمی توان آن را کاملا تایید کرد در ماه های گذشته در مورد زنده بودن و سلامت جسمی رهبر داعش گمان زنی های فراوانی وجود داشت این پیام صوتی جدید ابتدا توسط گروه الفرغان و رسانه متعلق به این گروه منتشر و سپس در وبسایت های دیگری که اخبار داعش را منتشر می کنند بازنشر شده است در این پیام صوتی از جمله آمده بود که هیچ عذری برای هجرت نکردن به خلافت اسلامی پذیرفته نیست پیوستن به خلافت اسلامی وظیفه هر مسلمان است ما شما را فرا میخوانیم که یا به خلافت اسلامی ملحق شوید و یا هر جایی که هستید برای مبارزه سلاح بردارید در بخش دیگری از این پیام آمده بود هیچ شعن و منزلت و هیچ امنیت و حقوقی برای شما وجود ندارد مگر در سایه خلافت اسلامی در این پیام منصوب به ابوبکر البغدادی او همچنین به حملات کشورهای عربی به رهبری عربستان به یمن اشاره می کند و خاندان پادشاهی آل سعود را نیز محکوم می کرد. آخرین پیام منصوب به بغدادی ماه نوامبر سال گذشته منتشر شده بود. او از زمان تصرف بخش های مهمی از سوریه و عراق و اعلام تأسیس خلافت اسلامی در این مناطق تنها یک بار در انظار عمومی ظاهر شده و آن در جریان امامت نماز جمعی در شهر موسل در ماه جوعه پارسال بود. در روزهای گذشته همچنین گزارش های تعیید نشده ای مبنی بر اینکه القادلی به طور موقت رهبری عملیاتی داعش را بر عهده گرفته است منتشر شده بود که این موضوع گمان و زن رو حول کشته شدن خلیفه اسلامی ابو بکر البغدادی بیشتر کرده بود همینک از خلافت اسلامی به ولایت اسلامی ایران باز میگردیم با تازه ترین خبرهای دریافتی از داخل ایران با ادامه تجمع سکوت معلمان در کردستان ایران دهها معلم کردستانی در سنندج ظهر دیروز پنجشنبه 24 اردیبهشت در اعتراض به آنچه دست مزدهای ناعادلانه و تبعیض در آموزش و پرورش میخوانند تجمعی سکوت برگزار کردند به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در سنندج چهارمین تجمع سکوت معلمان مقابل استانداری استان کردستان برای اعتراض به تبعیض در آموزش و پرورش و دستمزدهای ناعادلانه برگزار شد معلمانی که روز پنجشنبه تجمع برگزار کردند معتقدند مطالباتشان کاملا مشخص است چرا که وضعیت معلمان بسیار نامناسب است یکی از معلمان حاضر در این تجمع به خبرنگار خبرگزاری ایلنا می گفت که دیگر از وعده های توخالی وزارت آموزش و پرورش خسته شده این و با این وعده ها مشکلات ما حل نمی شود یکی دیگر از معلمان با بیان اینکه در حال حاضر دغدغه وزیر فقط توسعه مدارس غیر انتفاعی است می گفت مطابق اصول قانون اساسی تحصیل کودکان باید رایگان باشد اما آموزش و پرورش اکنون دیگر طبقاتی شده است معلمان در این تجمع گویا از پلاکارد و یا هیچ بنری استفاده نکردند گفتنی است که در حال حاضر مسئولان استانداری استان کردستان با حضور در میان تجمع کنندگان با آنها در حال مذاکره و رایزنی هستند همینک از سنندج به شهر مهاباد شهر کردنشین در استان آذربایجان می رویم که پس از نارامی های چند روز اخیر گزارش شد که یک سد تن از شهروندان کرد مهابادی از سوی معموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش منابع اطلاع رسانی و خبرگزاری های بیشمار داخلی و خارجی حدود 150 نفر طی اعتراضات هفته گذشته شهر مهاباد بازداشت شده اند که تعداد زیادی از آنان همچنان با بیخبری در بازداشت به سر میبرند یک منبع محلی در این رابطه به گزارشگر خبرگزاری هرانا می گفت تعدادی از اینها زودتر آزاد شدند و بقیه را نگه داشتند بعضی دستگیر شده ها بعد از بازداشت به اداره اطلاعات مهابات منتقل شدند و کسانی که اتهاماتشان جدیتر تشخیص داده شده به اداره اطلاعات ارومی منتقل شدهاند هنوز اعتراف رسمی از سوی مسئولین قضایی جمهوری اسلامی درباره سرنوشت و وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مهابات انجام نشده است. طی هفته گذشته پس از مرگ مشکوک دختر جوانی به نام پریناز خسروانی شهر مهاباد صحنه اعتراضات خیابانی مردم بود که به خشونت کشیده شد و منجر به زخمی و بازداشت تعداد زیادی از معترضین شد که در بخش مختلف خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا نیز به سمع و نظر شما بینندگان عزیز رسید کماکان بیننده برنامه شامگاهی خبرها و نظرها در تلویزیون ایران فردا از لندن می باشید. نارضایتی از عملکرد وزارت کشور دولت روحانی وارد فازهای تازه از نقدها و گذره های تحلیلی و گمانه ها میان صاحب نظران سیاسی رسانه ای شد. در این میان صادق زیبا کلام از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران منتقد به وضعیت جاری در روزنامه آرمان هشدار میداد که وزیر کشور تغییر نکند دودش به چشم روحانی خواهد رفت روزنامه آرما نزدیک به طیفی از مردان عملگرای هاشمی رفسنجانی طی یادداشتی با انتقاد سریح از وزیر کشور به دلیل عدم استفاده اصلاح طلبان و اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در ازل و نصب ها خواستار تغییر وزیر کشور از سوی رئیس جمهور شد زیبا کلام که در سراحت بیان در میان افکار ایران تا حدودی مشهور است با دستبندی از وزرای کابینه روحانی به مصادیقی از وزرای موفق و ناموفق نیز اشاره می کرد. از جمله مینوشت در آستانه پایان دومین سال رئیس جمهوری آقای روحانی اگر بخواهیم در چیدمان کابینه دولت یازدهم در طول دو سال اخیر دقت کنیم به درستی باید اعلام شود برخی از وزرا توانایی های زیادی از خودشان در این مدت نشان دادهاند. اما برخی دیگر کارنامه چندان موفقی در طول دو سال گذشته از خود بر جای نگذاشتند. این ادعا شامل وزرا و معاونین آنها هم می شود. از منظر نویسنده روزنامه آرمان به عنوان مثال آقای مسعود سلطانی فر در میراس فرهنگی خیلی موفق عمل کرد و حاصل عمل کردش افزایش چشمگیر ورود توریست به ایران است. اما برخی از معاونین و وزرا در طول دو سال گذشته عملکرد خوبی از خود بر جای نگذاشتند ایشان در ادامه می اگر بخواهیم به یکی از وزرا انتقاد کنیم باید عملکرد وزیر کشور را مورد انتقاد قرار دهیم و ازل و نصب های مربوط به این وزارت خانه که به خوبی صورت نگرفت در ازل و نصب افراد به درستی انتخاب نشده اغلب فعالان صدات های انتخاباتی آقای روحانی در شهرستان ها از عملکرد وزیر کشور گلایمند هستند من تقریبا در هر استانی که در ظرف دو سال گذشته سفر کرده ام این گلایه را از زبان تمامی فعالان اصلاح طلب و حتی جریان اعتدالیون منتصب به خود روحانی نیز شنیدم و در ادامه و در وقت باقی مانده حکایت رنجبار جمعی از پناهجویان کشور میانمار که چند روزی است سرگردان دریای بیرحم سرنوشت شدند همان گونه که تا دقایق دیگر در تصاویر دریافتی خواهید دید جمعی از کودکان و زنان و مردان مهاجر و گریخته از سرزمین و وطن خیش در دل دریاهای بی ساحل استمداد می تلبند اما فریاد رسی نیست گزارش می شود که تاکنون ده تن از فرط گرسنگی و تشنگی جان باختند و همچنان نهادهای ناظر بین المللی و کشورهای همچون مالزی، اندونزی و تایلند هیچ دریچه ای برای پذیرش این آوارگان بر روی آب معلق شده کمکی نکردند جمهوری اسلامی ایران نیز علا رقم این که همین شهروندان از مسلمانان کشور فقیر میانمار هستند هیچ کمک و مساعدتی نکرد و علا رقم آتش بازی های سپاه پاسداران و سایر ارکان جمهوری اسلامی برای کمک به گروه تروریستی و شورشی حوسی های یمنی و اعزام کشتی های پرتنش به اقصا نقاط مناطق آبی و دریایی دریغ از کمکی و بسته و قرص نانی و جرعه آب به این مهاجران سرگردان بحرها و اوگیانوس ها و با این گزارش خبری وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد ضمن دعوت از شما بینندگان به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که بلافاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر یکایکتان یک کسان یک خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و صفحه تازه ای از صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود